بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. حتما تعجب میکنید که ماجرا چیه الان که 4 نوامبره. پس این درخت کاج و کریسمس برای چیه؟ والا چی بگم، تو این دور زمان هر چی بگید امکان داره، مخصوصا توی آمریکا. همچین که این برنامه فروش و تبلیغات هالووین یا شب همون بالماسکه یا ارواح خبیث، روح‌های سرگردان، راستی ارواح خوب هم داریم یا همه خبیثن، تموم میشه اینها شروع میکنن تبلیغات برای کریسمس، برای تنکسگیوین، نمیدونم مهمونی ها، ترکی فلان، بعدم برای کریسمس. و الان دیگه این شده هر تمام سال، یه روز روز پدره، یه روز روز مادره، یه روز روز برادره، یه روز روز خواهره، یه روز روز پدر بزرگ، یه روز مادر بزرگ، نمیدونم سال نو هیچی دیگه. اینجا مثل ایران که هر روز قتل و فلان هست، اینجا جشن و مشن هست که فقط پول بسازن. و اما همین الان این زیر نوشتن که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و حقیقت داره. حالا چرا ما تو این اتاقی؟ ما امروز مهمون آقای اوباما بودیم. کجاست آقای اوباما؟ این وره وایستاده داره حیات رو نگاه میکنه. با هم دیزی خوردیم، بعد گفتیم بابا ما باید بریم برسیم به برنامه. گفت حالا کجا میری؟ بشین اینجا، من میخوام فارسی برنامه یاد بگیریم. گفتیم بابا تو که فارسی نمیفهمی. گفت که من نگاه میکنم توی باغ و باغچه و اینها، تو برنامه تو اجرا کن. در اصل امروز توی اتاق آقای اوباما هست. اوباماست، با این کارهایی که کردن بالاخره اوباما، تو با ماهی، تو با اونایی یا با ما، مثل که داره یه جورایی نشون میده که با ماست. حالا ببینید چی میشه. دوستان عزیز اگه بخوان پیام بذارید، صدای زنگش رو ببندم، اگه بخوان پیام بذارید میشونید با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید. ایمیل، دوتا ایمیل داریم، info@mardomtv.com یا یکی دیگرش USA آمریکا هستیم نقطه سوربی من هستم @gmail.com. ما زندگی رو برای شما آسون میکنیم، چون میدونیم شما خودتون زندگی رو برای خودتون مشکل میکنید. و اما امروز خیلی خوشحال شدم که اولا اون چک 500 دلاری اون دوستمونم آمد و ما هم دیپازیت کردیم و تماس هم گرفتیم. تماس هنوز نگرفتم، شماره تلفن اون شخص رو گرفتیم و تماس هم گرفتیم که یکی از دوستانمون به اصطلاح کمک کنه و مطمئن بشه که این پول به دست اینها میرسه و اینها برای این دانش آموزی که احتیاج به کمک داره اون کار رو انجام میدن. و همینجور که الان میبینید امروز 13 آبان 1394، 13 آبان، میدونید این ماه آبان خیلی پرشور و پرتلاطمه، تولد شاه، تولد بچه شاه، روز کوروش، نمیدونم هالووین، هرچی که بگی داخل این آبان هست. و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. بابا این سفارت آمریکا بود، لانه جاسوسی چیه؟ خب حالا اب نداره. طبق گفتهای آقای امیر عباس فخرآور، حقیقتا به نظر میرسه که این لانه جاسوسی بوده. اولا برای کانون و افرادی که به کانون دوستداران فرهنگ ایران هنر میرن، چی میرن؟ دوستداران فرهنگ ایران، از بس نمیرم دیگه اسمشونم یادم رفت، خیلی متاسفم که از بیکاری یا از قحط و رجالی مجبور میشن یک بچه پررو، این اسم خودشو گذاشته، پسر چه چی؟ سرکش؟ پسر سرکش هم چیزی، بچه پررو، آقا یه بچه پرروی دروغگوی رو میارن دعوت میکنن. و ایشون کتاب نوشته، حالا اینگاه کتاب نوشتن تو آمریکا دیگه مثلا شرق القمر، نه یه صفحه، نه دو صفحه، 600 صفحه. برای کی؟ برای من و شمای ایرانی. آخرین باری که یه کتاب خریدیم کی بوده؟ آخرین باری که اون کتاب رو خوندیم کی بوده؟ بمانه. بیشتر متاسف شدم وقتی که آقای غلام ترشیزی، من ایشون رو خیلی قبول دارم، یعنی اولا یه آدمی بسیار معتدل، بالانسد، و باورم نمیشه
که ایشون حالا یا کاغذ رو نوشته بودن مسئولین کانون داده بودن به ایشون که بخونه درباره آقای امیر عباس فخرآور، یا ایشون خب خواسته بود حالا دیگه مهمون آمده یک کمی هم لطف کنه به این مهمان، به این بچه پررو. ایشون توی صحبتاش و معرفی امیر عباس فخرآور میگه که مبارز چنین چنان، و میدونید که این چند مدتی هم نیست آمده اینجا و عقدی آمده اینجا، باید توی وایس آف امریکا اگه اشتباه نکنم مترجم میبرد با خودش صحبت کنن. اولا مگه وایس آف امریکای فارسی انگلیسی حرف میزنن که ایشون باید چیز میکن. بعد ایشون تعریف میکنه که این خیلی زود ماشاءالله اصلا جینیس نابغه است، انگلیسی رو یاد که گرفته، هیچ استاد دانشگاه شده، در واشنگتن داره درس میده. آقای ترشیزی نازنین من، شما وقتی میگی این استاد دانشگاه شده، خودتون بی احترامی نمی کنید به استادای دانشگاهی که خودتون رفتید درس خوندید زیر دست اونا؟ بذارید دوستان ما بیایم تو استادیوی خودمون، آقای اوباما ما با اجازت بریم همون استادیوی خودمون. گفت چی؟ پتروس قشنگ میگه کهن خانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. همین جای اینجا باشیم بهتره. بذارید من تنظیمشم بکنم ببینم. بله این رو هم ببندم که جلوت شن باشه. خلاصه آقای غلام ترشیزی در مدح و ستایش امیر عباس فخرآور ادامه میدن که ایشون آمدند و سریع انگلیسی یاد گرفتن، الان هم استاد دانشگاه هستند و ببینید یک کتابی هم نوشتن که آیت الله خمینی توی شوروی درس خونده و اونم میاد یک ساعت میکروفون رو میدن دستش. و من متاسفم کانون، میدونم که یه عده‌ای که میرن کانون میترسن حرفشون، صداشون، تصویرشون دیده بشه، از بس اینا آزادی خواهن. بهتون گفتم دکتر پارسا بناب که من روش حساب میکردم، با آقای حسیبی گفته بود وقتی سربی میاد کانون یک کم تنشن ایجاد میشه. تنشن یعنی اینا ترسو هم میترسن. آقای غلام ترشیدی شما از من میترسی؟ دیگران از من میترسید؟ آقای اقتداری از من میترسی؟ آقای تهرانی از من میترسی؟ آقای برقی از من میترسی؟ من لولو خورخوره هستم؟ شما از اون استاد دانشگاهی بترسید که اونجا نشسته و زنگ زده بود آقای فضائل عزیزان رو تهدید کرده بود که من نوارش رو پخش کردم و بلایی به سرش آوردم که گفت من غلط کردم شما منو ببخش. شاید به این دلیل میترسید که من تحمل دروغگوها رو ندارم. در هر صورت آقای ترشیزی نازنی، اگر آقای امیر عباس فخرآور انگلیسی بلد نبوده، چجوری با آقای ریچارد پر از تظاهرات و از زندان و اینها در تماس بوده؟ وقتی هم که قشنگ از ایران میاد بیرون میبرنش تو هتل، کاراشو درست میکنن. حالا تو هتل کیا بودن چیا بودن بمانه. حالا بعد بیشتر از این متاسفتر شدم که شما میگید که ایشون کتابش قراره به انگلیسی هم ترجمه بشه و ترجمه کتاب انگلیسی ایشون یک کمکی هست به فرهنگ آمریکایی. آخه قربونت برم، به کلام گفتن که منار فلان جات، گفت آقا یه چیزی بگو که بگنجه. ترجمه کتاب انگلیسی آقای امیرعباس فخرآور کمک میکنه به فرهنگ آمریکا؟ چه کمکی میکنه؟ به من نادان اینو یاد بده. ما طبق معمول برای ایشون نوشتیم که امروز در این مورد صحبت میکنم، چون من هر وقت میخوام درباره کسی صحبت کنم، اگه افرادی باشه که بشناسمش و اینها به اصطلاح کانکشن اینفورم یا تلفنش و ایمیلش اینا رو داشته باشم، براشون مینویسم که بعد نگن ای آقا اقلا به ما میگفتی. اونایی هم که نمیشناسن تو برنامه میگم من درباره شما صحبت کردم، دوستانتون حتما بهتون میگن، شما اگر نظری دارید بگید. آقای ترشیزی گفت که انتقاد کار خوبی هست و من فکر میکنم که هر کتابی نوشتنش به فرهنگ به اصطلاح اون جامعه کمک میکنه. دوستان از امروز شما میتونید به غیر از کوروش و داریوش که افتخار میکردید، با آقای امیر عباس فخرآور و کتابی هم که نوشته افتخار کنید.
این همه مدارک دادن بیرون که آقا این انگلیس بود و این آمریکا بود و این نمیدونم گوادلوب بود که انقلاب شد و این نمیدونم به اصطلاح بی سوادی شاه، کم سوادی شاه بود که باعث شد اینها. حالا این آقا شق القمر کرده بعد از آقای حسن دایی که بعد از 37 سال فهمید آخوندا به جیش المختار کمک میکنن، ایشون هم کشف کرده که شوروی در ایران انقلاب کرده. گیرم که ایشون درست بگه، چه باید کرد؟ اون وقت حالا که فکر میکردید آمریکا انقلاب کرده یا انگلستان انقلاب کرده، چه کردید که حالا بفهمید شوروی انقلاب کرد؟ بعد میگه همچین یه دفعه وبسایت ایشون رفت بالا، دیدارش و فلان اینها، که آرتی یا اون راشا توده یا راشن توده تلویزیونش اصلا اون مقاله رو برداشت، نمیدونه اصلا پوتین به التماس به لرزه زنگ زد به این آقای امیرعباس فخرآور، گفت آقا تو رو خدا یه کاری بکن منم بیام با این ریچارد پر بیام آمریکا، هر بلای ریچارد پر سر تو آورده منم حاضرم سر من بیاره، ولی من بیار آمریکا. آقای امیرعباس فخرآور خجالت بکش، این همه دروغ گفتی، حتی شما تکنیشین رادیولوژی نیستی، درستو تموم نکردی، آمدی اینجا اگه کانون به شما بال و پر نده شما اینجوری پر نمیزنی بری اون بالا از اون بالا فضله بندازی رو سر این ملت بیچاره. در صورت مبارکتون باشه دوستان. گفت چی؟ گفت کسی که به ما نریده بود امیر عباس کندریده بود، ایشون هم رید به من و شما. و خوشحالم که کانون کارش به اینجایی رسیده که بعد از این ماجرایی که از امیر عباس فخرآور دیده، باز هم چون که کفگیرشون به ته دیک خورده باید این بچه پررو رو بیارن اونجا. این از این. آقای ترشیزی با این امیر عباس فخرآور مصاحبه کردم، گفت که در زندان عادل‌آباد بوده. یکی از همشهریای من زنگ زد گفت آقا شما کدوم قسمت زندان عادل‌آباد بودی؟ میدونی چه کار کرد فخرآور؟ در رفت از اینجا، نوارش هست، بله این سربی هست که حخا در رفت، فخرآور در رفت. اون بازیه بود کلاغ پر، ما اینجا بازی دروغگو پر داریم. فخرآور پر یعنی پر زد رفت، حخا پر پر زد رفت. خب دوستان عزیز، چهارشنبه 4 نوامبر 2015 برابر با 13 آبان 1394 هست. کانون دوستداران فرهنگ ایران، امیرعباس فخرآور، غلام ترشیزی و تعریف‌های آنچنانی ایشون رو گفتم. اگر شما نظری دارید حتما تماس بگیرید، با غلام ترشیزی روی فیسبوک هست، با من تماس بگیرید، با فخرآور تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. راهپیمایی 13 آبان در تهران، همایش زنده باد مرگ بر آمریکا. عجب ملت بختی است. شاه 36 سال مرده، شاهلایا هنوز میگن جاوید شاه. آمریکا 37 ساله پدر ما رو درآورده، چیزا رو قیمت 10 برابر 12 برابر 100 برابر بهمون میفروشه، دلار رو چند برابر میفروشه. دوستان یک کسی 3500 رو تقسیم بر 7 تومن بکنه، 3500 تقسیم بر 7 میگفتیم 5 7 تا 35 تا دلار رو 500 برابر داره به ما میفروشه، درسته؟ 7 تومن بوده ضربه در 500 کنید میشه 3500. اون وقت تازه میان میگن که این تحریم های اقتصادی کمر آمریکا رو شکسته نه کمر ایران رو. خب دیگه وقتی که ملتی این مفسراش این باشه، فعالای سیاسیش حسن دایی الاسلام باشه، آقای امیرعباس فخرآور باشه، جایی که شما میتونی بهش رجوع کنی یه خبری گیر بیاری، کانون دوستداران فرهنگ ایران باشه، نشریه‌های ما از ترس اینکه فلان چلو کبابی بهش آگهی نده خفه بشن، نظر خودشون را حتی نگن، شما بپرسید از هر کی نشریه داره، از همین دوستان من، از همین جز شروع کنید، بگید آقا شما به عنوان یه ایرانی نظرت چیه؟ اگه تونستی بفهمی نمیگن. برای چی؟ برای که مای 100 دلار، مای 200 دلار یا خوراک چلو کبابشون از یه چلو کبابی قطع نشه. این نشریه ما
اون فعال سیاسی ما، این هم کانون دوستداران فرهنگ ایران، مبارکتون باشه. بازم بگید که آقا اینقدر بدبین نباش. این آقای سهیلی به من میگه آقا چرا اینقدر بدبینی؟ ای کاش شما هم بدبین بودی. اگه تعداد بدبین هامون زیاد میشد و تو دهن اینها میزدیم، اون وقت وضع زندگیمون خوب میشد. ولی چون دروغگو هستیم، به خودمون هم با وجودی که بدبین هستیم اجازه نمیدیم به اینها بگیم دروغگو، ما هم میشیم جزو اینها. جامعهمون این میشه که شما میبینید. و اما امروز خیلی روز جالبی بود برای من. یکی از دوستان یه سرویسی از ما خواست. میدونید ما اینجا گودز یا وسیله، کتاب، نواری چیزی نمیفروشیم، سرویس میفروشیم. مثلا یه نفر میگه که من 2 ساعت ویدیو میخوام پخش کنم، میگم اوکی 2 ساعت 2 تا 20 دلار میشه 40 دلار. بعضی از این دوستان میگن پول رو چجوری بدیم؟ این روزا این مشکل حل شده، مگر اینکه ما بخوایم این مشکل رو همینجوری مشکل ترش کنیم. میگم با پیپل چجوری بدیم؟ میگم آقا برو بزن اونجا بگو حمایت. میگه نه من که بلد نیستم. اوکی. ما برات مانی ریکوست یا ریکوست مانی میفرستیم یا اینوایس میفرستیم. عین اون وقتا که بیل، اینوایس، صورت حساب میفرستادن، الان با ایمیل برات میفرستیم و اینجور فرستادیم برای این دوستمون. یه ویدیویی رو میخواد 5 روز پخش کنه، 5 تا 20 دلار، 100 دلار. توی این نوشتیم که ویدیو مربوط به فرهنگ ایران هست. دوستان فکر کنید، ببینید آمریکا، ببخشید اینو میگم، خود آمریکایی‌ها دارن، ما که اینا رو بلد نبودیم. ما تو ایران کی میگفتیم؟ میگفتیم طرف گیجه. خیلی میخواستیم بی احترامی کنیم، میگفتیم گوسپیچ شده. حالا اونم که بعدن فهمیدیم اینایی که بچه‌هاشون زیاد بودن، 6-7 نفر توی اتاق می‌خوابیدن، بعضی‌هاشون اون پایین لحاف جاشون می‌شده، مثل که گوسپیچ می‌شدن. حالا اینجا آمریکایی‌ها وقتی یه نفر گیج هست اینجوری، میگن سرش رفته تو ماتحتش. این ضرب المثل اینا، his head is in his ass، یه همچیز. حالا شما ببینید آمریکا واقعا چجوری سر خودشو کرده تو ماتحت خودش که پوتین بهش میگه آقا مسخره بازی رو کنار بذار. شما کاروان 100 تا تویوتا پیکاپ نو تو این صحرای سوریه با 1000 نفر آدم و اسلحه دارن میرن، نمیبینی یه نفر از یه شهر آمریکا حساب داره، کتاب داره، کردیت کارت داره، شغل داره، سوشال سکیوریتی کارت داره، 100 دلار میفرسته به ویرجینیا که اینم حساب داره، کتاب داره، سوشال سکیوریتی داره، بانک داره، فلان. میبینم نوشته ما هولد گذاشتیم روش. هولد معمولا برای کسی میذارن، میگه وقتی مثلا شیپ کردی به اون مینویسی که این آیتم شیپ شده، فرستاده شد، برداشته میشه. خوندم دیدم ننوشته یه روز دو روز، ننوشته وقتی که فرستادین. زنگ زدم بهشون، میگم چیه؟ خب وقتی هم زنگ میزنی یه ربع ساعتی رو خط نگهد میدارن. اینم ویلکام تو های تک ایرا. و میگه که آها تو اون صورت حسابی که شو، میگم که این که میبینید ما که نیومدیم کردیت کارت کسی رو چارج کنیم بعد اون بگه من نه، ما از این ور بیل فرستادیم، اون خودش پی کرده. میگه بله درست میگه، بذار نگاه کنم. رفته و هی دویو من بذارم ات آن هول، یعنی مسئله نیست بذارم شما رو برم دنبال کارم. میگم حالا مسئله هم باشه من میتونم چه کار کنم؟ فعلا یه شعری هست میگه نمیدونم چی دست شما، اختیار دست شما. خلاصه خانمه آمده میگه آره این نوشته کلمه ایران و میدونید که ایران جزء تحریمه. میگم خانم اسم ایرانه، مثلا من اگه به یه نفر بگم نقشه ایرانه برای من بخر، بخواد بره توی این کتاب فروشی نقشه ایرانه بخره، میدونید دیگه. اون احمقه بود تو آتلانتا اگه اشتباه نکنم، یه دختر خانمی رفت بود برای پدر بزرگش این تلفن و اپل و آیدی و این چیز آی پی و این چی میگن آیپد و اینها بخره. بعد داشتن با ایرانی صحبت میکردن، فروشنده میگه چه زبونی صحبت میکنی؟ میگه ایرانی. میگه من نمیتونم به شما چی بفروشم، شما جزء تحریمی. یعنی به غیر از اینکه آمریکا سرشو کرده تو ماتحتش از لحاظ اطلاعاتی، یه سری افراد دام یعنی احمق، اونا هم حالا شدن مثل اینایی که میخوان بین خدا و من رابطه برقرار کنن. میگم آقا
اون روز گفتم یه خانمی آمده اینجا در میزنه، میگم مگه ما ننوشتیم اینجا کسی در نزنه؟ میگه نه، ما چون مال مذهب هستیم آزادی. اون یکی دیگه میاد مال پالیتیک هستیم آزادی. میگم خب بفرمایید، من میخوام برم رو. میگه که شما میتونم بگم چه مذهبی داری؟ گفتم به شما چه، نمیدونم، دیدم مال کلیساست. گفتم من کلیسا نمیام، ولم کنید، مردم رو ول کنید، بذارید آروم باشن ملت. این همه جنگ شما ها به پا کردید، این همه کشتار به پا کردید، همش از مذهب بوده. بعد میگم که تو به خدا باور داری؟ میگه آف کورس، حتما. گفتم خدا قبل از اینکه تو بیای، من داشتم کراواتم میبستم، به من گفت یه احمقی زنگ میزنه با دو تا احمق دیگه از این ستا رو بکش. زنه اصلا وحشت کرد. گفتم پس ببین دروغ میگی، به خدا باور نداری. اگه به خدا باور داشتی الان باید مثل بره سرتو میذاشتی اینجا، میگفتی خب شما بفرمان تیزترین چاقو رو بیا. دروغ میگی. اینم شده زندگی ما، اینم شده اوضاع ما. طرف میگه چون کلمه ایران توی این صورت حساب بوده، ما پول شما رو هولد میکنیم. البته آزادش کردن، گفت تا 20 دقیقه طول میکشه. بعض وقتا هم دیدید که وقتی میگه 20 دقیقه، همون 4 دقیقه بعدش ایمیل فرستادن که این فاند نمیدونم 10 میلیون دلاری آزاد شد. گفتم بدبختا برید ببینید کجا چه پولایی دارن میبرن، چه پولایی دارن میخورن. حالا شما اومدید بین دو نفر که دوتاشون هم آمریکایی هستن، ما سیتیزن آمریکا هستیم، ما اینجا زحمت کشیدیم، کار کردیم. به قول آقای اجلاری یه قسمت از این، والا من هر جاده‌ای که میرم به دوستان میگم آره اینجا نمیدونم ماشینای ما کار کردن، اینجا دوست ما کار کرده، اونجا شرکت ما کار کرده. هر کجا شما میری همین جوریه، یا ایرانیه یا اونه کشور مهاجراست اینجا. اون وقت اینجوری به سر ما بیارن برای 100 دلار به خاطر حماقت خودشون که رفتن دخالت کردن تو کشورها، کشورها رو ریختن به هم. بله این کشورها گوه بودن، ولی شما برداشتید با چوب اینا همش زدید. حالا بوی گندش پاتونم پوتینتونم خورده توش، میان اینجا خونتونم بوی لجن میگیره. در هست آقای فرزاد شبستری آخرین چهارشنبه هر ماه یه برنامه داره، ویدیو میذاره برای شما، درست میکنه برای شما. این ماه قول داده بود، یعنی 28 اکتبر تماس گرفته بود که گرفتار هست یا اشکالی در ضبط کردن اینها بوده، قول داده بود در یکی دو هفته آینده این ویدیو رو تهیه میکنه. امروز ویدیوشون آمده. با وجود این که برنامه قبل از برنامه من هم آقای شبستری بود، من این ویدیو حاضر بشه سر موقع بعد از برنامه، یا احتمالاً بعد از برنامه یه موزیکی، یک شعر شاملوی، یه چیزی میذاریم که شما هم یک ریلکسی، یه استراحتی از دست من کرده باشید، بعد برنامه آقای شبستری رو ببینید. این هم آقای شبستری هم شماره تلفن تو برنامهش نمیده، ولی هم ایمیلش هست، هم فیسبوکش هست، میتونید با خودش تماس بگیرید، روی یوتیوب هم میتونید براش کامنت بذارید. این هم از این. و اما بریم جمعه ساعت 3 بعد. اولا جمعه ساعت 12 ما با کانون آوا هستیم و یه ویدیو خیلی جالبی رو من براتون نشون میدم. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر یک مهمان عزیزی داریم که من وقتی به ایشون زنگ زدم و دعوت کردم، اول با فیسبوک دعوت کردم و ایشون لطف کرد پیام گذاشت و اینها، اولین چیزی که بهش گفتم، گفتم ببین من با شما مخالفم، با این کارهایی که کردی، میخواستی دانشگاه باز کنی، توی تلویزیونهای مختلف کوروش و داریوش و درود ورود را انداختید، من مخالفم، ولی اگر شما تحمل دارید، مثل اون آقای بهرام کیه دکتر ابروش هم اینجوریه و اینها، قیافه وحشتناک داره، هر وقت آدم میبینتش فکر میکنه که این هالووین رفته ماسکی پوشیده. گفتم اگه شما تحمل دارید بیا، گفت من اتفاقا خوشحال میشم. و فهمیدم که خود این بنده خدا هم وقتی که این راه رو آمده و رفته و تازه وارد بوده اینجا و تلویزیونا کتاباشو برداشتن و خریدن و فروختن و سوء استفادهش کردن، بعدن فهمیده آقا اصلا اینا کسی دنبال کوروش و داریوش و فرهنگ ایران نیست، همه دنبال فرهنگ ویران کردنن، پوله رو بگیرن و برن. در ساعت جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، حتما 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 هر جا هستید
چی بود میگفتن اگه آب دستت میخوای بخوری بذار زمین بیا باش. خب ببینیم این چی برامون فرستاده. آقای مسعود سهیلی از خبرگزاری فارس برنامه چهارشنبه 13 آبان رو فرستاده، نوشته صبح امروز دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در مقابل لانه جاسوسی جمع شدند تا شعار مرگ بر آمریکا را برای 37 سال بر سر استکبار جهانی فریاد بکشند. آقای سهیلی خیلی ناراحت نباش، امروز چند شنبه است؟ امروز چهارشنبه است. قراره که مدرسه ها تو ایران به اصطلاح مدرسه باز باشه، بچه ها سر کلاس باشن. وقتی که اینها با حماقتشون میرن این بچه ها را از مدرسه میارن، آیا شما یاد موقعی که شاه میومد تو خیابونا و بچه ها را از مدرسه میبردن اونجا، ما هم خوشحال که مدرسه تعطیل شده وای میسادیم کنار خیابون نمیافتید؟ جمعیتی که به این نه آورده بشن تو خیابون، همون جوری که شاه وقتی رفت هیچ که اصلا ککش هم نگزید، اینا هم همین جوره. و من متاسفم که اینا واقعا چقدر احمقن و چرا یاد نمیگیرن از تاریخ. بیا این عکسی براتون بذارم. یعنی شما نگران این نباش که الان این خیابونا و شلوغ، بچه ها آمدن اینها، اولا دانشجویان پیرو به خط امام، بعدا معلوم شد که چند تاشون بیشتر دانشجو نبودن. البته خب خیلی هم مهم نیست، ما الان آقای طبرزدی داریم، هنوز ایشون مثل که نماینده دانشجویان ایرانه، 7-8 تا زن گرفته، 16 تا بچه داره، 10-20 بار رفته بیمارستان، زندان، 30-40 بار آزاد شده اینا، ولی اینا دانشجوان، اینا مسلمان واقعی هن. زگهواره تا گور دانش به جور، همینجوری اینا دانشجوان. بعضی ها تو آلمان وقتی میمدن، چون آلمان شهریه نمیگیره، اینا میگفتن خب چه جایی بهتر، میریم مدرسه دور. معمولا اگه زن بود میگفت مردای جوون، اگر مرد بود میگفت دخترای جوون میان اونجا. اینا هم چون میموندن، هر کی جوونی میمد اطلاع ازشون میخواست، خب بالاخره درچ چی بگم که ناگفتنم بهتر است. و اما صف آزمایشی بستگی به استقبال مردم داره. ما کلا صف رو دوست داریم. یه ویدیویی رو گذاشتم روی فیسبوک، جالبه، این رو باز آقای سهیلی برای من فرستاد و من از روی فیسبوک شیر کردم با فیسبوک. این فیسبوک شما هم هی به شما میگه we are confused، sorry we are confused. فایرفاکس می‌نویسه که this is very embarrassing، ما قطع شدیم. اون فیسبوک می‌نویسه sorry we are confused، همون گوسپیچ خودمون. فکر کنم این فیسبوک هم این آقای شبا زیر اون لحاف میخوابه. سرتو بیار بیرون از لحاف، نفس بکش. صفحه آزمایشی رو حتما ببینید اگه روی فیسبوک ما هستید، اگه نیستید چرا نه. یه ویدیوی فرستاده باز آقای سهیلی عزیز. آقای سهیلی هم وقتی میشینه پای کامپیوتر و اینترنت و اینا، هر کسی هر چی براش میفرسته، فکر کنم اونم برای دوستان میفرسته، چه خوب چه بد. اگه خوب باشه میگه خوب دوستان هم ببینن، اگه بد باشه میگه چرا فقط وقت من تلف بشه، بذار وقت دوستام هم تلف بشه. نوشته گوشت خر نخوری، نشون میده یه نفر فیلم برداری کرده یواشکی دارن با فرانت لو چی میگن، با این لودر خرا رو میندازن توی دستگاه، این دستگاه هم تیک تیک میکنه اینو، پوستش میکنه و میره. اینا دیگه بچه نشون نداده و نوشته گوشت خر نخورید. نوشته اینها با گوشت خر کالباس و سوسیس و اینها درست میکنن. آقای سهیلی عزیز، توی همین آمریکا هفته قبل گفت که 2-3% این سوسیسا دی ان ای انسان توش پیدا شده، که حالا بعد طرف میگفت که من نمیدونم طرف چه کار کرده، دی ان ایش توی این گوشت رفته یا دستش قطع شده، ناخونش قطع شده یا یک کار دیگه کرده. در هر صورت وقتی آمریکا و کانادا اینجورن، وقتی که شتر بود به یک گاز، خر قیمت واقعی ندارد، چون خر بیچاره قیمت واقعی نداره، میندازنش تو اون دستگاه برای من و شما کالواس درست میکنه. خیابان طالقانی، سفارت سابق آمریکا، ایرنا، تهران، هر ساله با فرارسیدن روز دانش آموز
خیابان طالقانی جهت حضور دانش آموزان و اقشار مختلف مردم به منظور برگزاری مراسم 13 آبان ما آبان آماده می شود. این هم حالا هم که می خوان با آمریکا به اصطلاح توافق کنن، باز می بینن مردم میگن آقا این چی شد؟ پس امام که گفت این نمیدونم دروغگوی بزرگه، این شیطان بزرگه، شماها چرا رعایت نمیکنین؟ چرا به حرف امام فلان نمیکنید؟ این تندروا باعث شدن که من نمیدونم این تصویر رو ما چیکارش کنیم که درست بشه. اجازه بدید ببینیم که این عکس نسخه اصلی، نسخه اصلی میزنیم رو عکس یک، از عکس پنج شروع میشه. آه ببخشید فهمیدم، چون اینا ایرانیان عکس یک اینوریه سمت راست، این عکس یک، بله عکس یک از 16. بذارید ببینم که میتونم اینو تنظیم کنم براتون همشو ببینید. بله تا اینجایی که نوشته هاشم ببینید که من اینو براتون بذارم اینجا و بخونیم با هم دیگه. بله عکس یک نوشته خیابان طالقانی سفارت آمریکا، همون که نوشتود آماده میشوند اینها. عکس از علی اکبر شیر ژیان، تاریخ خبر هم همین امروزه. حالا ببینیم این عکس دو، ببخشید عکس دو اینه. عجب عکسی گرفتی آقا، به این میگن عکاس، ما فکر کنیم خودمون فقط عکاس بدیم. این عکس سه، یه خانمی نشسته با تلفنش، اونورم بچهش نشسته. زیر همه اینا همینو فقط نوشتیم، همین خیابان طالقانی سفارت، خیابان تخت جمشید بود اگه اشتباه نکنم ها. بله ایرنا تهران هر ساله با فرارسیدن اینجوری. پس بذارید من فکر کردم نوشته ها تغییر میکنه، به همین خاطر براتون اون رو نوشتهشو گذاشتم. اگه اون نباشه ما هم اینو براتون بزرگترش میکنیم و ببینید بعض وقتا یه چیزی اگه نباشه آدم راحت تر. اینم پرچم ایران رو روی اون دیوارا، هر کی هم نقاشی کرده بسیار نقاش بدی بوده. منی که نقاشی بلد نیستم، بلدم که هر وقت میخوام یه چیزی رو نشون بدم باد افتاده داخلش، اگه اینجا رفته بالا اونجا باید بره بالا، چی میگن این خیلی بد نقاشی کرده. عکاسمون که این باشه آقای شیر ژیان، عکاسمون که این باشه اینجوری عکس بگیره، خب نقاشمون هم که این باشه اینجوری پرچم رو نقاشی کنه که اصلا از پرسپکتیو از چیز خبر نداره دیگه، وضعمون اینه دیگه. بله اینم عکس از شعارهایی که به در و دیوار سفارت همینجوری نوشتن، این هم عکس از اسلحه‌ای که روی آمریکا هست. اینا این رو مثل که اون وقتا عوض کرده بودن. در اصل این عکس 7 از 16، این عکس 8 از 16، این اینوره هرچیه اون بنر یا اون نوشته ها رو اونجا گذاشتن، پشت شما داریم ببینیم. این عکس 10 از 16، این هم 11 از 16، عکس 12 از 16، چه نرده هایی کشیدن و چه چیزی کردن اینها. Down with USA و عکس 13 از 16. باز من نمیفهمم این آقایی که این عکس گرفته منظورش چیه. خب ما که نوشته رو نمیبینیم، منظور اینه که این آمدن یه چیزی نوشتن اینا رنگ زدن روش. میگن یه عکس گویاتر از 1000 تا حرفه. ایشون یه عکسی گرفته که باید ازش پرسیم منظورت چی بوده از این. این هم باز همین پلاکارت ها و اینها هیچی آقا، یه مشت پولی حروم میکنن، یه روز میان اونجا راهپیمایی و فوش میدن و اینها، میرن فردا التماس میکنن. یه نواری روی اینترنت بود امروز، یه مردکی داشت میگفت که این که میگه پاپا جون صبح بخیر، اون که میگه ماما جون صبح بخیر، ما که اینجوری نبود و اینها. بعد این پدر سوخته قیمت ایکس باکس رو میدونست، قیمت وایرلس اینترنت همه رو میدونست. گفتم دلم میخواد یه نفر بره تو خونه این ببینه بچه‌ای که زیر دست این احمق بزرگ شده الان چند تا از این وسایل رو که این میگه ملت نخرید برای بچه‌هاتون، همین بچه‌ش داره. و وقتی که فعال سیاسی ما آقای حسن دایر اسلام باشه، کانون فرهنگی ما کانون باشه، سخنگوی برنامهش آقای امیرعباس فخرآور باشه،
به اصطلاح معرفی کننده آقای غلام ترشیزی باشه که روش حساب میکردیم اینجوری صحبت کنه، خب دیگه تکلیف من و شما هم البته خیالمون راحت میشه دیگه، کسی انتظار از ما نداره، ما همه شدیم مثل بچه های کلاس اولی هستن، کج بنویس، فعل فاعل ننویس، برو خط پایین، هیچ کس از اون انتظاری نداره. بله بریم سراغ این نوشته ها. امروز یه دوستی داریم به نام محمود که لطف میکنن مادرشون بهشون گفته، ایشون هم ماهیانه مبلغی کمک میکنن به تلویزیون مردم و برای من یک آهنگی رو فرستاد که این آهنگ رو قبلا هم دوستان فرستاده بودن، از آقای شعرش از آقای بیژن سمندر هست، شیرازی ها به طلا میگن طلا و اسم این آهنگ هست تنگ طلا. خیلی از شما ممکنه ندونید تنگ یعنی چی. تنگ پارچ آب، حالا کلمه پارچ هم من نمیدونم ایرانی بوده اومده تو زبان ایرانی، یکی برای من می‌نویسه این توی شیراز وقتی مثلا مادرت پدرت بخواست بهت بگه اون ظرف آب رو بیار اینجا، میگه اون تنگ آبی رو بیار بذار، تنگ و لیوان آب. و بعد ما با دوستای تهرونی و شهرهای دیگه آشنا شدیم، دیدیم به این تنگ آب میگن پارچ آب. کی درست میگه ما نمیدونیم، من به تو احترام میذارم تا به من احترام بذار. و اما چی داشتم میگفتم، آها این شعر رو هم ایشون خواسته که پخش کنیم، ما هم گفتیم چشم، براتون تبدیلش کردیم به فرمت یا سیستمی که سیستم ما پخش میکنه. و این شعر از بیژن سمندره، مدتها قبل از طریق دوستانی که میشناختم تماس گرفتم ببینم اگه میشه یه مصاحبه با بیژن سمندر انجام بدیم، این همشهری عزیزمون، این گل سنگم یادتونه ستار خونده بود، بعد اون خانم گلی سنگم، گلی سنگم، ما عقب افتادای ایرانی هم چقدر ازش چی کردیم بدونی که اصلا بدونیم شاعرش کیه، بدونی که حالا ازش بفهمیم آقا این شاعر تو کالیفرنیا مریض بود حالش چطوره، نمیدونم هستش بیژن سمندر، اگه هستش امیدوارم که عمر طولانی داشته باشه، ولی شنیدم مریض وضع خیلی بدی داره. من باور کنید وقتی کسی رو میبینم که توی تخت بیمارستان توی منزلش افتاده و هی خانوادهش میگن که حالا دکتر گفته این هفته دیگه تموم میکنه، هفته آینده تموم میکنه، اینها بهترین دعا یا امیدی که ما میتونیم داشته باشیم این که این بنده خدا از این زجر رو درد زودتر نجات بده. اگه کسی حال احوال بیژن سمندر رو میدونه لطف کنه به من بگه که چطور هستش نیستش و بریم ما هم به اصطلاح ببینیم وقتی صحبت میکنیم دربارش چجوری صحبت کنیم، درباره کسی که نیستش روانش شاد یادش گرامی باد، یا درباره کسی که مثلا مریضه حالش خوب نیست. و اما میدونید که به نعمت این مهاجرت و دربدری و بعضی ها میگن تبعید که من نمیدونم کسی شما رو تبعید کرده باشه، منو کسی تبعید نکرده، اگر آخوندها وقتی یک کسی رو میگرفتن تبعید میکردن به آمریکا که ایران همه میرفتن میگفتن آقا ما آدم کشتیم ما رو تبعید کن آمریکا، پس شما اشتباه میگی. ما مهاجرت کردیم و مهاجرت توی دورهای خوبه توی دورهای بده. این بیچارهای سوریه‌ای که الان دارن مهاجرت میکنن اینها به بدترین وضع، دیدید دیگه اون بچه 3 ساله کشته شده بود و فلان اینا، ما آمدیم. والا بعضی وقتا میگم خوب شد آمدیم، ما فهمیدیم آقا ما چیزی نبودیم، اینقدر دروغ میگفتیم به خودمون. در هر صورت این آمدن بیرون و اینها یکی از محاسنش انجمنهای مختلفی هست که باز شده اینجا، طرف همسیک شده درد غربت اینها رفته دنبالش اینجا، الان مثلا انجمن 1001 شب انجمن ادبی و فرهنگی ایرانیان فرانکفورت برگزار میکنند ادبیات و توتالیتاریسم با کندوکاوی در اندیشه های هانا آرنت، سخنرانی فاضل غیبی، زمان شنبه 7 نوامبر. هر کدوم از این دوستا برای ما میفرسن اینا رو، میگیم خب ما این رو میخونیم تو برنامه، شما هم لطف کنید آگهیاتون رو به اصطلاح بدید به ما و اینها، دیگه خبری نمیدن، ولی ما کار خودمون انجام میدیم، ما اون وظیفه
به اصطلاح پابلیک سرویس اناونسمنت رو انجام میدیم. همین یه تیکش رو میگیم که حالا دیگه اگه شما خواستید خودتون برید دنبالش رو تماس بگیرید، یا اونا هم اگه یه روزی دوزاریشون افتاد و یاد گرفتن از سیستمای آمریکایی کانادایی تقلید کنن، اونها هم آگهی بدن به اصطلاح میدیا یا رسانه های ایرانی. طنز قشنگی که در آن حقیقتی نهفته هست یا نهفته هست، هر دوتاش درست. هیچ دشمن دیگری نداریم. آهان، این چون فارسی، این آقای ناصری برای من فرستاده، برایش نوشتم آقای ناصری عزیز ممنونم، ولی فارسی رو وقتی مینویسین مخصوصا مال کسی دیگه باشه، فوروارد رو فوروارد رو فوروارد، میدونید وقتی فوروارد میکنن این بغلش یه خطی درست میشه، اینا کلماتش میپره و جا به جا میشه. دلیلش اینه که مثلا اون طرف این رو توی ورد نوشته، شما این رو توی داک باز میکنی، اون یکی توی پی دی اف نوشته، شما نمیدونم توی اینا صد تا کوفت و زهرمار درست کردن. در صورت جمله ها میپره. اینجا مثلا من براتون میخونم و چه خوب که میتونم نشونتون بدم ببینید، والا ما عوضی هم نمیخونیم، اینا کلمه ها جابجا شده. نوشته هیچ دشمن دیگری نداریم. دقت کردید که جهان اسلام به خاطر حفظ خودش روز، یعنی با این چهار تا همسایه نیاز به جهان اسلام میجنگد. به روز با، حالا شما این جمله رو ببین چجوری این روز به روز با، یعنی همین چهار تا همسایه چجوری جابجا شده. دینی اعم از طالبان القاعده و شباب و داعش و خلاصه، این وقتی بخونیم اگر من اینو نشون ندم و بخونم، ناصری عزیز بچه کرمان، طرف میگه که آقا عجب مجری بی سوادی بود، نمیدونه که بابا این ریخته به هم و ما دیگه نمیتونیم درستش کنیم. من به شما پیشنهاد میکنم مقاله اینجوری رو ازش عکس بگیرید، اگر اون موقعی که شما دارید میخونید درست هست و قابل خوندن، ازش عکس بگیرید، عکس رو بفرستید، اون وقت ما از روی عکس میخونیم. بسیار ممنونم. در اصل مثلا نوشته که مثلا همین بوکو حرام در نیجریه برای مبارزه با فرهنگ غربی و اروپایی هر ماه تعدادی از مسلمانان نیجریه را میکشد. بله، این ماجرا رو میدونید. خیلی شیک مفتیهای طرفدار داعش اعلام کردند که جنگ با اسرائیلی ها حرام است و باید با مجوزهای صفوی ایرانی جنگید. مقاله قشنگی بوده، حیف که اینجوری که شده ما نمیتونیم الان نشونش بدیم. و هم بذارید من این بغل اینو بهتون نشون بدم، این رو هم باز آقای سهیلی فرستادن. وقتی میگم هی فوروارد رو فوروارد رو فوروارد، اینه منظورم. ببینید الان این سمت چپ تصویرتون وقتی میاد اینجا میبینید این خطا شما الان برای یکی دیگه بفرستید یه خط دیگه اینجا درست میشه، اون یکی بفرسته یه خط دیگه اینجا درست میشه. اینا نشون میده که فوروارد شده. نوشته که غم زنی در لس آنجلس، شیخ محمد هدایتی از روحانیون منتقد حکومت ایران که خود با قمه در تصویر دیده می شود در توضیح نوشته. حالا چرا من عکس نشون میدم و این رو هم نشون میدم؟ چون من باورم نمیشه که آقای هدایتی و مخصوصا طرفداران سید محمد صادق شیرازی که از همون اوائل با خمینی به اصطلاح مخالفت کرد و گفت این اسلام نیست و اینا همچین کاری کرده باشن. ضمناً یادتون باشه، فکر کنم باز من اولین کسی بودم که با آقای محمد هدایتی مصاحبه کردم و این آقای دکتر مسعود انصاری خیلی خوشحال شده بود که یه تاپیک دستش آمده صحبت کنه، و وقتی که ما برنامه‌مون تموم شده بود و اینها شروع کرد صحبت کردن، من زنگ زدم روی برنامهش، گفتم آقا شما که اونجا توی استودیو بودی یا میتونستی به صورت بیننده تماس بگیری، پس چرا شما ذاتتون کثیفه؟ البته اینشون هم دیگه فوت شد و رفت و اینها، بماند مسئله نیست. من میبینم که این عکس خب هر کی ریش داره و اینها مثل اینه. اولا فکر نمیکنم آقای هدایتی به این چاقی باشه مگر اینکه چلو کبابای کالیفرنیا کار خودش کرده باشه. ایشون نوشته شیخ محمد هدایتی از روحانیون نزدیک به دفتر سید محمد صادق شیرازی است که چند سالی است مدیریت شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به بیت صادق شیرازی را بر عهده دارد و در شبکه ماهواره‌ای وایس آف امریکا به عنوان کارشناس دینی و مذهبی حاضر می‌شود. دوستان، این هم صدای آمریکا که افتاد دست ایران. باورتون میشه اگه همچین چیزی باشه؟
وایس آف امریکا به عنوان نمیدونم کارشناس دینی و مذهبی این آقای هدایتی رو میاره، در صورتی که وایس آف امریکا باید تبلیغی باشه به من و شما که توی ایران هستیم یا بودیم، آمریکا و فرهنگش رو نشون بده. ولی خب میبینید برنامه ها چجوری، اون آقا میاد میشینه نمیدونم با فلان تیمسار صحبت میکنه، اون یکی با فلان تاریخ نویس صحبت میکنه، بعدم میان تو این رستوران تو اون رستوران یه چلو کبابی میخورن و اینم شد وایس آف امریکا قسمت فارسی. ولی من فکر نمیکنم، حالا اگر این آقای هدایتی باشه خیلی برای ایشون متاسفم که ما فکر میکردیم بابا اقلا اینها یه کمی پیشرفته هستن، ولی به نظر میاد که وقتی مذهبی و دینی میشی مهم نیست اسم خودتو چی بذاری، بالاخره همتون یه چیز هستید. و اما باز دوستان این عکس رو برای من خیلی فرستادن، یکی از اونها آقای چمنارا بود روی فیسبوک گذاشته بود، ممنونم ازشون. یکی از اونها آقای سهیلی بود، اگه اشتباه نکنم آقای علی شیرازی هم فرستاد، نوشتن زبان حال حافظ بعد از دیدن این عکس. اتفاقا من هفتم میخواستم، یعنی نهم آبان میخواستم درباره هفتم آبان صحبت کنم و یه دوستی رو هم دعوت کرده بودم که بیاد، ولی ایشون ببینید اینم فعال سیاسی ما رو رفته رو تلویزیون مردم تیوی میگه آقا شما اونجا نبودید. میگم آقا من که تو تلویزیون مردم تیوی با تو مصاحبه نمی کنم، من با اسکایپ با تو مصاحبه میکنم، با تلفن با تو مصاحبه میکنم، دوتامون تو اون تلویزیون دیده میشه. چی بگم والا؟ در صورت ببینید دوستان چگونه این آخونده برای این افرادی که الان شور حسینی رو تو پرانتز شور کوروش و داریوش رو ورداشتن، آمده پاسارگادی که تو زمان شاه یه سرای برهوت بود، حتی برای اون جشن 2500 ساله یه جاده های فوری کشیدن و خوردن و بردن و اینها، ولی اونجا نه قهوه خونه بود نه دستشویی بود نه چیزی. الان عکساشو برید ببینید، ببینید چجوری گل کاشتن، کافی شاپ درست کردن، کتاب فروشی درست کردن. تازه یکی از دوستان میگو که ببین اینها انقدر حرومزاده هستن میخوان ببینن کی میاد کی میره، اون آقای چیه؟ آقای نمیدونم وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، من کراوات میزنم و در صحرای کوروش میرم، اونم با کت شلوار و کراوات میرن اونجا، و اینا وقتی میرن اونجا من به شوخی میگم ایران آزاد شد پس من بیام، به دوستان دیگه میگم شما کی میرین، و همه شون میگن نه آقا اینجوری که نیست که اینا. میگم آقا خب این خامنه ای و آخونده گذاشتن تون سر کار چیزی رو که شاه شعور و فهم سیاسی نداشت، که آقا اگه یک کسی ناراحته بذار حرف بزنه، اولا میفهمی که این چقدر ناراحته، اسلحه داره اسلحه نداره، دوستاش کیان. نایزا شاه این کارو نکرد، گذاشت یه دفعه طرف اومد بیرون یه دفعه ای وای اینم اسلحه داره، ای وای اونم تفنگ داره، ولی اینا قشنگ میدونن هر کسی این سلاحش قلمشه، اون سلاحش سنگه، اون سلاحش نمیدونم بانکی میخواد خورد کنه، همه رو قشنگ میشناسن و سر موقع معینش میان اونو با جیپ میزنن، میرن داغون میکنن، اونو از تاختمون میندازن پایین و الی آخر. شما ببینید تو حافظیه چجوری برای شما کلاس گذاشته، و اینا همه خب اینا هم لابد از مدرسه های مختلف میارنشون اینجا همینجوری دیگه. بفرمایید اون شاه میره برای من و شما جشن فرهنگ و هنر میذاش، اون کی بود شاکسنهاوزن رو نمیدونم چی میابرد اینا رو، اشتوکهاوزن میابرد توی خیابون سعدی لخ بشن سوار هم بشن، آخوند میاد شما و بچه هاتون رو میبره سر قبر حافظیه. ببین اینا شما رو چند سال سر کار گذاشتن. حالا من جمعه میخوام از این دوستمون سوال کنم آقا برنامه شما که با این دوستان میخواستید دانشگاه باز کنید، آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی که دانشگاه گلوبال نمیدونم یونیورسیتی درست کرد، به من میگه آقای سر بزن من به شما یه دکترا بدم، گفتم قربونت برم، ما این همه دکتر داریم همه مریضن، حالا دیگه میخوای اسم منم بره داخل اینا؟ گفتم نمیخواد آقا، شما همون دکترایی که با میرفسفس دادی و دکترایی که به سکویی دادی بس. و اما دوستان فعالین ما هم وقتی یه عکسی میبینن کاری که نمیتونن بکنن، میشینن جلوی کامپیوتر، بعضی هم میگن پشت کامپیوتر، جلوی کامپیوتر و شعر میگن، حالا اهل چایی باشه یه چایی داغ
دپشی میریزه، نباشه اهل عرق باشه یه استکان عرق میخوره، یه کم ماسخیا، نباشه آبجوش مینوشه، میشین شعر میگه. تریاکی هم باشه تریاک میزنه، شعراش طولانی تر میشه. میدونید تریاکی ها توالت هم که میرن اونجا باید بیشتر بشینه. گفت داداش این شعر حافظ رو زبان حال حافظ بعد از دیدن این عکس بارها گفتم و باز شنو گفتارم. این قسمت مال خدا حافظه. که از تو ای دوست یکی نکته تمنا دارم، بر سر تربت من بیمه و مطرب منشین، تا به گوش تو رسد گوشه ای از اسرارم. من به زاغان سیه پوش جهان مزنونم، و از کلاغان دقا یا دقا تا به ابد بیزارم. سنگ این گور بر این کوردلان خواهم کوفت، ناگهان گر سر از این خاک لحد بردارم. خوب رویان مگر از فارس به قم کوچیدند، که چنین میرسد از نکبت قم آزارم. گم شوید از سر گورم که سبا ره گم کرد، زین سیاهی که در این دایره شد دیوارم. بله تربت حافظ از این شب صفتان خالی باد، تا نبا بیم اساس یار کند دیدارم. اینم شعر حافظ که ما وقتی هم میخونیم نمیفهمیم. حالا دیگه یه نفر اومده بر وزن اون یه شعری گفته و این ماجرا. و اما باز هم من تبریک میگم به آقای قربان علی حسین نژاد، به آقای محمدی، به دوستان دیگه‌ای که در کانون‌های مختلف از جمله کانون آوا، کانون فریاد آزادی، اینها فعالیت کردن. هرچه افراد دیگه اومدن بهشون تهمت زدن، توهین کردن، تهدید کردن، اینها دیدن وظیفه وجدانیشون هست و وایستادن. امروز ما میخونیم که اون کمیسری، این کمیسریه میگفتن ها تو ایران، کمیسریه، کمیسریه عالیه، نمیدونم مال یو این، گویا شماره تلفنی رو، شماره تماسی رو گذاشته برای که خانواده هایی که نگرانن که آیا در این حمله آخری که هفتم آبان بود و اتفاقا ویدیوی جمعه در رابطه با همین هست براتون پخش میکنیم، فامیلشون، دوستشون مجروح شده یا نه، گفتن تماس بگیرید. البته بازم اینجا مجاهدین میدونی که سالهای سال اینها از اسامی مستعار استفاده میکنن. یعنی اگر یه نفر به اسم مثلا حسین سوربی رفته تو مجاهدین، اینا همه به نام مسعود نمیدونم فلان کی میشناسن، اصلا دیگه خبر ندارن. حالا شما هم زنگ بزنی میگن نه اصلا هم چیزی نداریم فلان اینا، مگر اینکه باز این دوستان کمک کنن، همون جوری که میان میگن اسم مستعار فلانی ابوشمچی شریفه، اسم مستعار رجبی ناشریفه، نمیدونم فلان اینا، اینا کمک کنن به این خانواده ها و این رو بگن. این رو هم من روی فیسبوک گذاشتم که کاری هست از پیوند رهایی و آقای قربان علی حسین نژاد این رو برای من فرستاده بود، کمیساریای پناهندگان برای پاسخگویی در مورد وضعیت افراد لیبرتی اعلام آمادگی کرد. اطلاعیه شماره 17 سازمان مجاهدین خلق ایران توی پرانتز منشعبین از فرقه رجوی، فراخوان به خانواده های ساکنان لیبرتی با کمیساریای پناهندگان تماس بگیرید. به دنبال حمله تروریستی اخیر بر کمپ لیبرتی، کمیساریای پناهندگان با تأکید بر اقدام سریع و عملی برای انتقال ساکنان کمپ لیبرتی برای پاسخگویی در مورد وضعیت افراد لیبرتی اعلام آمادگی کرد. شماره تلفن ها و اینها اینجا هست که من چون روی فیسبوک گذاشتم، اینجا هم فقط به طور سریع میخونم. اگر شما دارید این برنامه را از تلویزیون مردم مستقیما میبینید، فیسبوک ندارید، با ایمیل بفرستید من براتون میفرستم. با خود آقای حسین نژاد تماس بگیرید، با کانون آوارو روی وبسایتشون تماس بگیرید، ولی شماره تلفن که شما میتونید زنگ بزنید در بغداد، البته ایشون نوشته 2096، به اصطلاح پیش شماره عراق و بغداد 96 هست، اون 20 بعضی ها 01 که بعضی وقتا 011 است و الی آخر. دیگه شما خودتون بلدید با خارج چجور تماس بگیرید. 20 96 47 80 91
هفتاد و چهار صد و شصت. همچنین خانواده ها می توانند با ایمیل عراق، همون عراق عراق خودمون، scp@unhcr.org تماس بگیرن. سایت کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در لینک زیر در بیانیه محکومیت حمله جنایتکار تروریست ها به کمپ لیبرتی در بغداد برای هر گونه کسب خبر در این مورد با نوشتن شماره تلفن های دفتر مرکزی در ژنو اعلام آمادگی کرد. باز هم ممنون، باز هم به این دوستان تبریک میگم که امروز نتیجه تلاش های چندین ساله خودشون رو یکی یکی دارن میبینن. اینکه تونستن دختراشون رو از لیبرتی بیارن آلبانی قبل از این ماجرا، و اینکه امروز هم دیگه اصلا یونایتد نیشن میگه به مجاهدین دیگه بابا بس دیگه، شما 37 سال خراب کردی، اقلا بذار مردم زنگ بزنن ببینن بچه‌شون مرده، زنده است، زخمیه، چون گویا 27 نفر کشته شدن و بالغ بر 200 نفر زخمی است. چه کار میکنه مجاهدین؟ رجبی که از تو سوراخ موش پیام داده معلوم نیست اصلا خودشه نیست، لابد خانم رجبی هم منتظره که لباس جدیدش دوخته بشه، منتظر این عکسا برن توی قاب عکس و بیان اونجا، یه احمقی هم مثل من بلند شه بره ازش فیلم بگیره بیاد نشون شما بده. من این کارو میکردم دیگه اون موقعی که احمق بود. این آقا ثابت میکند که انقلاب 57 به وسیله شوروی ها به وقوع پیوسته. علی شیرازی عزیز، حیف کلمه آقا که به این پسرک بچه پررو امیرعباس فخرآور بگی. این دیگه ببخشید اون وقتا وقتی یکی میرفت زندان میمد چی میشد چی بود، این که دیگه ببینید اون آقای چی بود، میگه این آب جوش میریخت رو زندانیا، بعد رفت ترکیه با مامانش و با خواهرش اینا رفت کنار دریا، از بس بد رانند کرد تصادف کرد گفت اومدن منو بکشن. خب پدر سوخته، تو اگه اومدن بکشن چرا رفتی ننت و خواهرت هم آوردی با خودت؟ دروغ میگن علی جان، حرفا اینا رو گوش نکن، بند سطل آشقال، ولی گوش کن که بفهمی چقدر دروغ میگن. و اما نیاک، این سازمانی که بهتون گفتم اولین کاری که کرده رفته یاد گرفته که آقا این آمریکا سیستم این که وارد بشیم ما حرفمون رو بتونیم بزنیم و صدامون رو بشنویم بشنون چی هست، از راه لیگال قانونی رفته وارد شده. و میبینید آقای جمال عبدی این برنامه نیاک اکشن که به قول معروف یک سیستمی هست از خود اون نیاک، میگه که نیاک اکشن ویلکام اکسپنشن آف مدیکال سپلایز لایسنس فور اکسپورت تو ایران. ما هم تبریک بهشون میگیم، میگه که ما میخواییم اجازه فرستادن وسیله و مواد پزشکی رو به ایران به اصطلاح اکسپند کردن، یعنی گسترش دادن. ما ویلکام میگیم یعنی میگه ما استقبال میکنیم از اینکه میخوان این رو گسترش بدن. امیدواریم والا که دیگه منو دوست اونم برای 100 دلار که میخواد در تلویزیون بفرسه چون کلمه ایران توش بوده اون خانم بی سواد نیاد روش هول بذاره. خدا روزگار غریبی است. تبریک میگم به بچهای نیاک، امیدوارم در کارشون موفق تر باشن. چرا میگم موفق تر؟ چون تا حالا موفق بودن. الفاتحه، این وقتا وقتی یکی میمرد میگفتن الفاتحه، یعنی مردم مشغول بشن براش فاتحه بفرستن. حالا یادتونه این آقای چلبی آمد و دروغ گفت به آمریکا و آمریکا را در این جنگ عراق و اینها انداخت، و این دیروز 3 نوامبر نوشته احمد چلبی سیاستمدار عراقی درگذشت. قربان ایشان سیاستمدار نبود، ایشون کارچاککن، دروغگو، پدرسوخته، کلاش، شارلاتان. این کلمه شارلاتان خیلی کلمه خوبیه. احمد چلبی شارلاتان عراقی و چهره های سرشناس مخالف صدام حسین در پی حمله قلبی در بغداد در سن 71 سالگی درگذشت. او رهبر حزب کنگره ملی عراق و از اعضای ممتاز شورای حکومتی منصوب آمریکا در عراق در پی سقوط صدام حسین بود و تا پیش از سقوط حکومت صدام در تبعید به سر می بود. وقتی هم اون سقوط کرد اینا همه رفتن دزدیدن و خوردن و بردن و ملت بدبخت عراق رو
انداختن زیر دست و پا و زیر پوتین های آمریکایی ها. و اما فولکس واگن has solved the problem. میدونید که فولکس واگن اتفاقا ما اون موقع آلمان بودم که چیز بود. اینم بهتون نشون بدم، نه دیگه نمیخوام، میدونید وقتی فوروارد میکنن هی خط میفته. گفتن که این ماشین های دیزلش روی کامپیوتر یه برنامه گذاشته بوده که دروغ میگفته به این دستگاه هایی که اینجا بهش میگن emission control، توی کانادا فکر کنم بهش میگن slug یه چیزی اینجوری، و این باید یه شماره‌ای داشته باشه. مثلا میگه اگزوز شما وقتی ماشینت روشنه روی دور موتور 2000 دور در دقیقه باید اینقدر مونوکسید کربن بفرسه، اینقدر سرب اگه تو بنزینش هست بفرسه، اینقدر این، اینقدر این، اینقدر این. فولکس واگن چون دیده بود نمیتونه با این قانونی که آمریکا گذاشته به اصطلاح ماشیناشو ردیف کنه، آمده بودن از اون ور یک دستگاهی کامپیوتری گذاشته بودن توی ماشینا که این شما وقتی وصل میکردی اون عددا رو دروغ میگفت به این. آمریکا چند بار EPA Environmental Protection Agency فکر کنم EPA چند بار به اینها هشدار داده بود که آقا اینا ماشیناتون اینجوریه، اینا گوش ندادن تا آخر سو کردن اینها و دیدید که رئیسش عوض شده اینها و اونجا اینجوریه. آقا مرداد یه فاجعه مثل این میاد، 120 هزار تان کشته نشده، رئیس عوض میشه، 10 نفر میرن زندگیشون رو از دست میدن. اینجوری نیست که همینجوری رهبر وایسه شما بگی 120 هزار تا کشته داریم، حالا تبریک بهتون میگیم 120 هزار و 27 نفر. میگه که مشکل رو حل کردن. البته خب این طنزه ولی خب قشنگه، عجب فولکس نوی هم اینا نصفش رو بریدن و بستنش به اسب و این آقا هم نشسته توش. و بعد میگه که مشکل این به اصطلاح دستگاه امیشن اینها رو حل کردن. ببخشید دوستان من یادم رفت، بریم یه آگهی ببینیم، ضمناً 3-4 دقیقه هم اون تنگ طلا، نه پارچه طلا، تنگ طلا شیرازی، این موزیک رو بشنویم و برگردیم و برنامه رو با هم دنبال میکنیم یا پی میگیریم. ممنونم اگه شما لطف کنید این برنامه رو، اگه از یوتیوب میبینید، اگه از فیسبوک میبینید، دیگه خودتون میدونید روی یوتیوب سابسکرایب بشید، پولی نمیخواد بدید، آبونه بشید و اینها. روی فیسبوک اقلا لایک بزنید، دستتون خورد نمیشه بابا جون. و اون وقتا میگو لای دستت زیر ماشین نره اگه به این فقیر کمک کنی. در از صورت برای دیگران بفرستید، اگه دیگران تلویزیون مردم رو نمیشناسن بهشون بگید که با یه تلویزیون هست اینجوری اینجوری، اگه شما لذت میبری اونا بیان ببینن طرز فکرتون چجوریه، اگه شما متنفری به اونا بگو تا اونا بیان بگن بابا تو درست میگی، این سربی اشتباه میگی. در اصل نترسید، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کن. آگهی رو میبینیم، یه موزیک هم میشنویم و برمیگردیم. 4-5 دقیقه. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس اریا کد 818-209-6052. چار نیبارش نقشه وفا بود تو کراندیش، دل افتاد و گفتی آخ بگیر، نشک بلوره
نازک شده بود دل صدایی آخ خوشو کندیش نازک شده بود دل صدایی آخ خوشو کندیش آخر دل دیوونه آخر دل دیوونه که نم توک نمیداد بس عشقی شد و چیکه چیکه از چیشون چکندیش از دفتر دل با جوهر عشق روانم صد کشت و چیشون نام نوشتم تو نخوندیش تاشا پرکه نگاه من پر و چیشون زد آیه بایه شد کاشکی از اول میبروندی خاص خدا بود که دلم پر زد و در رفت ای دست تو بود تا صبح محشر می دوندی اول کشیدیش دور شدیم یه هو بکندیش آینه دل من تنگ تلا بود تو شکندیش بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کروندیش دل افتاد و گفتی آخ بگیر نشر بلوره نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش خب بینندگان عزیز سلام مجدد خدمت شما و دیدید و شنیدید باز یکی دیگه از کارهایی که آخوندا با زیرکی خاصی انجام دادن و این رو در دوره شاه انجام نداده بودن چون خود آخوندا همشون از شهرستان ها و این بر اون بر بودن الان میبینید که مثلا لهجه های مختلف شهرستان ها همه توی سریال های تلویزیونی هست و مردم هم با اونا آشنا شدن یعنی اینجوری نیست دیگه کسی احساس غریبی بکنه توی تلویزیون من مجبور نیستم اینجا که میام با قاشق چنگال صحبت کنم برای شما و بشینم اینجوری درود بر بینندگان عزیز پسران کوروش فرزندان بابات اسمش چیه تو شناسنامش همون که بوده در صورت شعر رو شنیدید شعرهای بیژن سمندر یکی از ساده ترین شعرها هست و به خاطر همینم توی شیراز اصلا یادمه اون کتابش که من داداشم اینجا دانشجو بود خانومش از ایران براش یک کتاب فرستاد کتاب شعر بیژن سمندر و اگه هستش بهترین ها رو براش آرزو میکنن اگه رفته روانش شاد یادش گرامی که این شعرها رو باقی گذاشت از خودش و این هم از این ماجرا من ممنونم از محمود که این رو فرستاد و ما هم پخش کردیم دوستان شما هم میتونید اگر چیزی هست که روی یوتیوب و اینها نیست ویدیوی هست مال خودتونه یا میشه توی برنامه نشونش بدیم نشون میدیم اگر یه وقت دیدیم مشکل پیدا میکنیم با یوتیوب اون موقع بین برنامه ها نشون میدیم من مثلا میگم یه ویدیو دارم مثل اونی که براتون گذاشتم مال جورج کارلین بود در رابطه با دین و خدا صحبت میکرد یا مثل اونی که در رابطه با
مال بی بی سی بود در رابطه با فریمیسن یا فرماسیون ها بود، اینا رو بین برنامه ها پخش میکنیم، اون هیچ مشکلی ما نداریم. و اما سفارت سابق آمریکا، آهان، American Iranian Council یا AIC، این یعنی شورای آمریکایی ایرانی ها، که آقای هوشنگ امیر احمدی که اول با آقای چیز بودن، با آقای تریتا پارسی بودن، بعد جدا شدن و این سازمان رو راه انداختن. ایشون هم نوشته که 25 سالگیشو جشن میگیره. اجازه بدید من، ایشون هم چندین بار میخواست تلویزیون درست کنه، تلویزیون نوروز، و نمیان. دوستان پشت کار ندارن، این کار ضمن این که آسون شده ولی یه نظم و ترتیبی میخواد، باید سر موقع بیای، سر موقع بری. همین مهمترینش این بالاست. ببینید Celebrate 25th years میگه که ما جشن میگیریم 25مین سال AIC America، زیرش نوشته American Iranian Council، شورای ایرانی آمریکایی، جشن میگیرن و خب مبارک. جشن میگیرید، چه باید کردی ما نمیبینیم جایی. و اما این آقای برنی سندرز که خیلی داره پیش میره و امیدی هست و همه میگن این ممکنه یه دفعه مثل اوباما که آمد گفت که ما دنبال تغییرات میگردیم و برنده شد، این هم برنده بشه. اینجا نوشته که من حدود 2 دهه یعنی 20 سال پیش یک کتابی نوشتم، این کتابش هم من اینجا به شما نشون میدم. اسم کتاب هست برنی سندرز Outsider in the House. البته میگه که Outsider in the White House. میدونید که اینها باور دارن که Inside of Beltway یعنی واشنگتونیا، نه اونایی هم که مال واشنگتون هست، اونایی که با این محیط کثیف سیاست واشنگتن به اصطلاح دوست هستن، رفیق هستن، دستشون تو دست همه، به اینا میگن آوتسایدر، ببخشید اینسایدر. اونایی که بیرون هستن اونا خودشون آوتسایدر میدونن. این میگه که من با وجودی که آوتسایدر هستم امیدی دارم. این کتاب من نخوندم، من امروز دیدم، ولی این میگه که ما نباید اینایی که مال همین اینساید هستن، مثلا هیلری کلینتون و کلینتون، برید ببینید چند سال اینا، یکی میشه فرماندار، یکی میشه سناتور، یکی میشه رئیس جمهور، یکی میشه نمیدونم وزارت امور خارجه، یکی حالا میخواد بشه رئیس جمهور، یا جورج بوش، ببینید پسر و پدر و دختر خاله و دختر عمه و اینا، یا چینی، یا اینا میگن بابا ما مردیم، خب این که چه فرقی میکنه، اینم شده کینگدام یا حکومت سلطنتی. عوض کنین این سیستم، افراد جدید بیان با عقاید جدید، ولی انقدر اون محیط کثیفه که اون آدم جدیدم که میاد عوض میشه. از کثیفیش همینقدر براتون بگم، الان میدونید که سخنگوی مجلس عوض شد، اون کسی که جدید آمده و انتخاب شده، اون وقت سخنگوی مجلس میدونید که سومین قدرت آمریکان، یعنی اولیش رئیس جمهوره، دومیش معاون رئیس جمهوره، سومیش سخنگوی مجلسه. یعنی اگه امروز آقای اوباما از اینجا که رفت با هواپیما یا با هلیکوپتر، با آقای جو بایدن افتادن، تصادف کردن، کشتنشون مثل کندی، کسی که میشه رئیس جمهور این آقای سخنگوی مجلسه. این آقایی که آمده انقدر اون اتاق اونجا کثیف، نه از لحاظ نگاه کردن، از لحاظ بوی سیگار تو تمام فایبر این موکتا، پرده ها، مبلا، بوی سیگار هست که اون قبلی میگن، اینجا میگن مثل چیمنی، مثل دودکش، یا میگن چین سموکر، یعنی این سیگار به اون سیگار، اینجوری سیگار میکشیده. این میگه من نمیرم تو اون آفیسه، چون بدنم بو میگیره، لباسم بو میگیره، من بچه کوچولو دارم، میخوام ویکند برم اونجا، بچه میگه بابا بو گند میدی. این همینم هم برای چیز صدق میکنه. درسته که میان یه مبل جدیدی میارن، نمیدونم کاسه کوزه خودشو میاره، حالا اوباما سیاه‌پوست هندونه میاره میذاره اونجا به جای توت فرنگی هرچی، ولی این ها ساختمون ها
حالا یا بر اساس همون فریمیسون یا اون 300 نفری که دنیا رو کنترل میکنن، یا اینکه آدمای بعد با اندیشه های بعد اینا رو پایگذاری کردن، کلن اون طرفی هم که میاد دست و پاش اگه خوبم باشه بسته میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی کاچی بعض هیچیه، کاچی بهتر از هیچیه. بین بد و بدتر، همین جوری که ما توی آمریکا بین بد و بدتر رئیس جمهور پیدا میکنیم، باز اقلا خود آدم هم میگه بین بد و بدتر اون بده بهتره. این ماجرای ما هست. و اما Did you know Shift Happens 2014 Remix Safe Share، اینو برای من دیروز فرستادن، بذارید ببینم چیه. آها این صداش کم کنم، با هم نگاه کنیم، اجازه بدید. خب یک ویدیویی هست، بعضی از ویدیوها به اصطلاح فقط ویدیو کردن که بتونن نوشته هاشون رو نشون بدن، چون شما میدونید مثلا یوتیوب نمیذاره شما فقط صدا بذاری اونجا، باید به صورت ویدیو باشه. اینی که مثلا آقای انصاری اگه نوارای قرآنش رو میذاره اونجا، دو سه تا عکس هم میذاره روش که کامبینیشن این عکس و صدا بشه ویدیو. و اما این یک صفحه بود که از دوستان برای ما فرستاد و میگه که دیم لایت، این خیلی جالبه، دورش هم چراغاش خاموش میکنه. بله ببینیم که چی مینویسه. میگه میدونستید شما که میگه که اگر شما یک نفر از یک میلیون نفر توی چین باشید، 1300 نفر دیگه مثل شما هست. بعد میگه که چین خیلی زود میشه مقام اول توی انگلیسی صحبت کردن، یعنی بیشترین نفراتی رو که انگلیسی صحبت میکنن توی چین هست، چون جمعیتش 1.3 بیلیون دیگه، یعنی 1.3 بیلیون. حالا دیگه خودتون حساب کن. و میگه که 25% از جمعیت هندوستان با آیکیو بالا، این ضریب هوشی، IQ یعنی ضریب هوشی، ضریب هوشی بالا، میگه که بالاتر از توتال پاپولیشن آف، بله میگه 25% هندی ها، جمعیت هندی ها با IQ بالا، با ضریب هوشی بالا، از تمام جمعیت آمریکا تعدادشون بیشتره. حالا ببینید که کجا داریم میریم. میگه که ترجمهش اینه که ایندیا بیشتر از آنرز کید دن امریکا کید، میگه که هندوستان بچه های باهوش بیشتر از تمام بچه های آمریکا داره، که حالا باهوش و بیهوش آمریکا هرچی. بعد میگه که دوباره باز میدونستید که تحقیقات نشون داده که 65% بچه های افرادی که مدرسه میرن امروز will hold job that don't yet exist. بله میگه 67 اینا جابایی رو میگیرن که هنوز وجود ندارن، یعنی یه جابای جدیدی میاد و اینها. این چیزایی رو که به انگلیسی هست بخوای به فارسی ترجمه کنی یه مقداری مشکله. ببخشید من این قسمتشو داشتم حرف میزدم رفت. You are currently what؟ لمانم نمیدونم کدومش پلی میکنه. بله همون میگه که ما در حال آماده ساختن دانش آموزانی هستیم برای مشاغلی که هنوز وجود ندارن، یعنی اونا دارن خودشونو آماده میکنن. میگه که تکنولوژی رو استفاده میکنیم که هنوز به اصطلاح اینونت نشده، کشف نشده، پیدا نیست، ما داریم اینا رو استفاده میکنیم. خب اگه این بند نشه چجور استفاده کنیم؟ In order to solve problem we don't even know our problems yet. بله میگه که تو برسیم به حل کردن مسائلی که هنوز اون مسائل رو ما نمیدونیم ولی آماده هستیم. خلاص این میگم یه کمی داره از عقب رفتن آمریکا و جلو افتادن چین و هندوستان میگه. و من اتفاقا یکی از دوستان
همین الان، یعنی همین الان، نه الان رسیدم به ایمیلش، همین باز آقای علی شیرازی برامون فرستاده بود که میدونید اینجا هر از چند مدتی هی این بازی پول داره بودجمون تموم میشه، میخوایم دولت به اصطلاح ببنده و فلان رو سر میگیرن، یکی دو روزم میگن برسید به اونجا، دوباره میگن اوکی آزاد شد. این آخری دیگه گفتن آقا ما خیلی بدهکاریم و میخوایم چیز کنیم، میخوایم یه حدی، الان تو ایران هی میگن سقف، یه سقفی بذاریم برای بدهکاریمون، مثل یه زن شوهری که خیلی رستوران میرن بیرون چی میخورن، یه دم نگاه کنن بگن ببین ما اگه بخوایم اینجوری ادامه بدیم بچه‌هامون نمیتونن دانشگاه برن، بشینیم از امشب نون و پنیر بخوریم و بدهکاریمون از این حد، از این سقف، از این اندازه بیشتر نشه. debt ceiling میگه که همون سقف، این کلمه ایرانی ها سقف سقف میگن، از اینا کپی زدن، به اصطلاح حد بدهکاری رو ورداشت آقای اوباما و گفت خوشحال باشید، برید هر چی دلتون میخواد قرض کنید، و تا این کار کرد بدهی آمریکا رسید به 339 بیلیون دلار. البته خود آمریکایی‌ها جوک میگن، میگن ما همون جوری که وقتی پول نداریم به کریدیت کارت ها فوش میدیم، چک براشون میفرسیم امضا نداره، چک میفرسیم پول تو بانکمون نیست، ما هم حالا پولای چینا رو میخوریم، بعدن هم که چینا گفت پول میگیم برو بابا جون و خدا میگیره فلانجا رو طلبکار برو بگیر. البته چینا میگن که بانکای آمریکایی رو داره میخره و خریده، و اگر یه روزی پاش برسه که این پولا رو بذاره اجرا، اون وقت خونه های من و شما دیگه خونه های من نیست، هم الان هم نیست، مال بانک ها هست. میگه اون موقع از این هم بدتر میشه و چینا میاد میگه اوکی خونه مال منه برو بیرون، هرچی جمعیت چینیزه لابد هم داره میاد اینجا. اینم این الفاتحه هم براتون خوندم، نمیدونم چرا این لایو برگشت به اون اولش. این هم فولکس واگن پرابلم رو سالف کرد براتون گذاشتم. اخبار نهم آبان آقای مهدی ذوالفقاری لطف میکنن صفحات زیادی به صورت اخبار میفرستن، متاسفانه اینا وقت میگیره اگه ما بخوایم رو فیسبوک بذاریم، و چون این دوستان هم خودشون زحمت میکشن ما دیگه خجالت میکشیم بگیم یه پولی هم بدید به ما، اون دوستان هم خودشون دیگه ندارن که ما بدن، اینی که اون میفرسته ما میندازیمشون. خیلی بده. خب در رابطه با اینکه حکومت جمهوری اسلامی خیلی موزیانه عمل میکنه، برای مردم سوپاپ اطمینان میذاره، هر وقت شلوغ، مثلا همین رفته بودن سر قبر کوروش و میگفتن که ما ایرانی هستیم، ما تازی نیستیم، ما ایرانی هستیم، ما عربی نیستیم اینا، بعد طرف زیرش همشهری خود منه نوشته بود افراد آمدن افراد جمهوری اسلامی، ولی با مقاومت مردم اونها یک نشود پا به فرار گذاشتن، یک نشود رفتن کنار گذاشتن مردم. ببین عزیز من، خبر دروغ وقتی می‌نویسی، خب من میام میگم آقا اگه به این سادگی مردم میتونن جلو اینا وایسن، چرا فردا نمیان بیرون؟ چرا هر روز نمیان بیرون؟ خب یک، رهبر نداریم، دو، دروغ میگید شما. اونا میگن آقا بذی بیاد، الان امروز هم جمعه بوده، اون روز ها جمعه بوده، مردم رفتن تو دشت و توی فلان، ده نفر هم لباسای لوری پوشیدن برای خودشون سلام دادن، چهار تا چهار نفر 16 نفر وایسادن مثل رژه سلام دادن به کوروش. قول چطور میشه از اینجا بعد برمیگردی دو قدم از اون ورتر با این لباسه تو خیابون راه نمیای، میترسی مردم بهت بخندن. ولی اینجا ببینید افغانی ها، هندی ها لباساشون، چینیز ها، کره ها لباساشون تو خیابون تو فروشگاه ها میپوشن، ولی ما نه، ما توی مهمونی ها بله یه نفر میاد یه لباسی هم میپوشه، بعد تا میخواد سوار ماشینش بشه درش میاره میذاره تو کاپوت ماشینش با کت شلوار کراوات. خب فعالین سیاسی ایرانی مواظب باشید، یه آقایی بود به نام، یا هست به نام آقای حسن فردوسی، اینم یه دفعه آمد و یه ویدیوی ساخت و ما تو تلویزیون نشون دادیم، بعد از همینایی هم بود که آقا ما پناهنده هستیم، ما پول نداریم، گفتیم بابا خب ما هم پناهنده بودیم، ولی والا اگه یه جایی بود صدامون رو پخش میکرد، اگه نون شب هم نمیخوردیم پولا رو میدادیم اونجا. ماشاءالله شما که همتون کت شلوار کراوات، ما یه دو تا کاپشن مال شوالباخ برامون بود، هر جا میدیدنمون همه میفهمیدیم که اینا پناهنده هستن، از رنگ کاپشناشون، از نوع کفشاشون، ولی ماشاءالله اینا دیسکوشون میرن،
کت شلوار کراواتشون دارن، پاپیونشون دارن، کتابشون چاپ میکنن، ولی تا بگی آقا برای این کار هزینه بده، آقا من یتیم، اصلا من که هیچی، بابام هم یتیم، پدر بزرگم هم که یتیم بود. اوکی. آقای حسن فردوسی نوشته فعالین سیاسی ایرانی مواظب باشند، پلیس امنیت سوئد، تعداد زیادی جاسوس جمهوری اسلامی در میان فعالین سیاسی ساکن سوئیس قرار داده، سوئد قرار داده، حدس بزنید دلیل اصلی این جاسوسی چیست؟ حتما گوش کنید، یه ویدیویی هم درست کرده، اینی که به شما میگی شما چی میشه فردا هر جا میخوای بری میگی اینم جاسوسه ها. الان شما تو مهمونی ها نگاه کن، اون میگه سوربی جاسوسه، سوربی وقتی میاد بیرون میگه آقا خوب شد این رم اون جاسوسه. من بهتون گفتم یادم رفتم برای مجاهدین فیلم بگیرم، یه دوستی ما داریم که موکت فروشی داره و اینها، با خانمش اونجا نشسته بود، من متوجه شدم، من تا دوربین چرخوندم که از این سخنرانا اینا که پول آمریکایی گرفته بودن بیان اینجا از اینا عکس بگیرن، از رو سر اینا که چرخید اینا فوری در رفتن. خب آقا تو مجاهدی، منافع ایران، میری ایران میای، چرا به مجاهدین دروغ میگی وای میسی اینجا؟ اگه مجاهد نیستی ببخشید، اگه مجاهدی نباید از من دوربین من بترسی، نباید از اون بترسی، حتی اگه من مأمور جمهوری اسلامی باشم. آقا دروغ میگه. آقای فردوسی تو رو به خدا این شایعه رو را ننداز، نذار. بعد تازه مردم حالا چی کار میکنن تو سوئد؟ میان توی میدونی 4 تا پرچم میگیرن میارن، اونا هم شانسشون یا بارون میاد یا پرچمشون باد میبره یا پرچما رو بلد نبیدن بلد نبودن درست. به همین آقای حسن فردوسی هم گفتم آقا من فردا درباره این باره صحبت کنم، شما اگه خواستی بیا. و اما گرد همایی به منظور بزرگداشت صنایع غزنوی در روز چهارشنبه 11 نوامبر در رستوران آریانا، همین الان که من با شما صحبت میکنم حتما این در اروپا در رستوران آریانا این دوستان دارن چلو کباب نوش جان میکنن و به یاد غزنوی و نمیدونم فلان و بیسار. ما نصف بیشتر فعالیت های سیاسیمون توی رستوران هاست، پس حاصلش هم چیزی نیست جز چند ساعت بعدش توی توالت میتونید خودتون ببینید. از اینکه من به این روکیش با شما صحبت میکنم و شما تحمل شنیدنشو دارید ممنون و متشکرم، و اونایی هم که تحملش ندارن برن جایی که به به و چه چه بهتون میکنن، دروغ بهتون میگن، پولاتونو میگیرن، اون چیزی که شما دوست داری بهت میگن، من اون چیزی که دوست نداری بهت میگم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. یه بار دیگه این آهنگ تنگ تلار به افتخار شما دوستان و به عنوان تشکر و قدردانی از بیژن سمندر، چه زنده چه رفته، براتون پخش میکنم. و پس از اونم با ویدیوی آقای شبستری، ویدیویی که با یه هفته تأخیر، ولی میگه آمریکایی‌ها میگن بهتره که تأخیر داشته باشی تا اینکه نیای، ها ما هم تو ایرانی داریم یه چیزی اینجوری، در صورت اونم براتون پخش میکنم، برنامه رو ادامه میدیم. شما هم اگر برنامه‌ای رو دوست دارید، ویدیوهایی رو دوست دارید، فیلمایی رو دوست دارید، میتونید با یه مبلغ بسیار کمی که فقط این هزینه رو من ندم، من وای میسم کار میکنم اینها، دیگه هزینه رو من ندم. بارها گفتم تلویزیون مردم مثل یک ماشینه، من مثل یک راننده، شمای بی انصافی که سوارش میشی، اگه زمستون سوار ماشین گرم میشی، اگه تابستون سوار ماشین آماده خنک میشی، اقلا پول بنزینش رو بده، پول همه بنزینش هم نده، یه پنجم بنزینش بده، یک کافی برای ما بخر، یک قهوه سر را بخر. مرسی، بشنویم و برنامه ها رو ادامه میدیم. مرسی. تنگ تلا بود تو شکندیش، بر چار نگارش نقش وفا بود تو کرندیش، دل افتاد و گفتی آخ بگیر، نشک بلوره نازک شده بود دل، صدای آخ تو شکندیش،
نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. آخر دل دیوونه، آخر دل دیوونه که نم توک نمیداد بس، عشقی شد و چیکه چیکه از چیشم چکندیش. از دفتر دل با جوهر عشق روانم صد کشت و چیشم نامه نوشتم تو نخوندیش. تا شاپرک نگاه من پر و چیشم زد، آیه بایه شد کاشکی از اول میپروندی. باز خواست خدا بود که دلم پر زد و در رفت، ای دست تو بود تا صور محشر میگوندی. اول کشیدیش دور شدیم یه ها بکندیش. آینه دل من تنگ تلا بود تو شکندیش. بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کروندیش. دل افتاد و گفتی آخ بگیر نشک بلوره، نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش. نازک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش.